الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس قمر العشيرة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام خاص و ویژه به همه شما عزیزان بیننده در سراسر این کره خاکی، مخصوصا شما یاوران حسینی. همینطور که به شما اطلاع رسانی شده، برنامه یاوران حسینی انشاءالله روزهای یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 6:15 به وقت کربلای معلا و 6:45 به وقت خدمت شما عرضم، معذرت بخوام، 7:45 به وقت مشهد مقدس انشاءالله ما میایم منازل شما و مهمان خانه های شما هستیم. اولین صحبتی که بکنم اینه که عرض بکنم خدا رو شاکریم که هم شما و هم ما تا این لحظه موفق شدیم ماه مبارک رمضان رو درک بکنیم و از خدا میخواییم که همینطور که تا این لحظه به ما این اجازه رو داده، تا آخر ماه و تا سالهای بعد و سالهای بعد از اون توفیق درک کردن ماه مبارک رمضان رو پیدا بکنیم. اما نه تنها، حتما انشاءالله با ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. من الان رو به قبله هستم در کنار گنبد و بارگاه آقا سیدالشهدا. عرض بکنم اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن اب الشرور واتباعه. عزیزان، وارد ماهی شدیم که سراسر رحمته، وارد مهمانی شدیم که اون دعوت کننده و اون پذیرایی کننده واقعا خیلی مالک دنیا، همه هستی مال خودشه، خدای جل جلاله الکریم فرموده بیایید در این ماه، بیایید به سوی من، تنها نیایید، با اولیاءتون بیایید، با اعمالتون بیایید. عزیزان، ماه ماهیه که خیلی راحت میتونیم برسیم به اون درجه والایی که خدای متعال از ما میخواد. میتونستیم برسیم به اون درجه ای که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از ما متوقع هستن و دوست دارن ما اون گونه شیعه ای باشیم که واقعا باید باشیم. بیاییم در این ماه رحمت و مغفرت و گرفتن برات نجات از آتش تا
توی همین ماه، توی همین قدم‌های اول، تو همین روز اول، تو همین افطار اول، واقعاً با صدق و صفا در خانه خدا رو که میزنیم، اهل بیتی رو که خودش شهید کرده با خودمون به عنوان واسطه میبریم، اونها رو هم روسفید بکنیم انشاءالله. انشاءالله در ماه مبارک رمضان ما با برنامه‌های مختلفی در خدمتتون هستیم. یه مین برنامه کوتاه ببینیم. برنامه بخش جدیدی رو هم خدمت شما داریم که انشاءالله تقدیم میشه و مشاهده میکنید. سعی میکنیم تمام وعده هایی که به شما دادیم رو انشاءالله انجام بدیم. سعی میکنیم برنامه هایی که در این ماه مبارک رمضان و در این اوقاتی که داریم بتونیم به نحو احسن خدمت شما تقدیم بکنیم. برنامه سوژه رو که انشاءالله هر روز داریم ملاحظه خواهید کرد، برنامه‌های دیگه‌مون مستمر هست، علاوه بر اونها یه سری برنامه هم جدید اضافه شده که خدمت شما تقدیم میشه. فقط اینه که شما دل ببندید، از این فضا استفاده بکنید، فضای کربلا، فضای معنوی و مقدسی که همیشه زائرای تراز بالایی داره، زائرایی که بدون اذن خدا اجازه ورود به سرزمین مقدس کربلا رو ندارن. خاصه شبهای جمعه که دیگه بهترین زائر هستی. اصلا کسی میاد به زیارت آقای امام حسین علیه السلام که دنیا به وجود او برپاست؟ قدر این نعمت رو بدونیم، قدر این لحظات رو بدونیم. در زمان امامی زندگی می کنیم که همیشه قبل از پدر و مادرهامون برای ناراحتی های ما ناراحت میشه، برای خوشحالی های ما خوشحالی میکنه. مواظب باشیم خدای نکرده، خدای نکرده با یه عمل خیلی کوتاه دل این آقا رو به درد بیاریم. مهم اینه که واقعا بنده خوبی برای خدا و شیعه خوبی برای ائممون باشیم. بخش جدید برنامه یاوران حسینی رو من خدمت شما الان معرفی میکنم. برادر بزرگوارم از روابط عمومی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، جناب آقای احمد توبا، در خدمتشون هستیم انشاءالله. توی این بخش برای شما اون دلنوشته ها و اون سوال هایی که شما از روابط عمومی کردید رو جوابگو خواهیم بود. با هم یه میون برنامه کوتاه ببینیم. عزیز دلمون جناب آقای توبا داره آماده میشه که پیام ها رو با این قسمت جدید برنامه خدمت شما تقدیم میکنه.
جناب آقای طوبا سلام، خسته نباشید. سلام علیکم و رحمت الله. ورود تو به استودیوی بین الحرمین خیر مقدم میگم، این شما و این بیننده های محترم مجموعه سان. من از ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه یاوران حسینی. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که بر سر سفره افطار ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. و اما چند تا از پیام ها و دلنوشته هایی که شما عزیزان را برای ما فرستادین را میخوایم انشالله براتون بخونم. فقط دعا فراموشتون نشه. عزیزی برای ما نوشتن: سلام بر شما یاوران حسینی. برای کمک به حرمین عسکریان در شهر سامرا به کجا باید پول بفرستم؟ ممنون میشم اگر راهنمایی میکنیم. عزیزی که این پیامو برای ما فرستادین، شما میتونید که به شماره حساب شبکه اون مبلغ نزدی رو که دارین رو واریز بکنید و ما انشالله میریم اون مبلغ نزدتون رو تحویل حرمین عسکریان میدیم و انشالله فیشش رو برای شما ارسال میکنیم. خدا خیرتون بده. خانم اسماعیلی برامون فرستادن: سلام، مبلغ مربوط به هر یک از موارد ماه مبارک چقدر است؟ نذر آب، افطاری، گوسفند. خانم اسماعیلی، عرضم به حضورتون که شما هر چقدر که دوست دارین و میتونید نذر بکنید، مهم اون نیت خیریه که شما دارید و ما هم بتونیم انجام وظیفه بکنیم انشاءالله. احسنت به شما. سلام، شما رو جان ابا عبدالله، برای بابام دعا کنید، تو بیمارستان بستریه، تو رو خدا دعاش کنید، خدا شفاش بده انشاءالله. به روی چشمم انشاءالله میریم حرم و دعای خیرمون انشاءالله پشت راهشون هست. عزیز دیگه برامون نوشتن: السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. سلام بر شما کارکنان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، گرفتار هستم، شما رو به خدا برام دعا کنید مشکلم حل بشه انشاءالله. آقای حسینی برامون فرستادن: سلام و درود به شما عزیزانی که در شبکه آقامون امام حسین هستین. سلام به همه کارکنان شبکه مولا امام حسین علیه السلام. خداوند متعال به همه شما عزیزان اجر دهد انشاءالله. در ضمن برای این حقیر که عشق آقامون رو در دل دارم دعا کنید که بنده گناهکار ورشکستم انشاءالله. ما دعاگوتون هستیم. خانم عرب برای ما نوشته: دختر بیماری دارم، اعصابش ناراحته، دعاش بفرمایید از آقای امام حسین و باب الحوائج. در ضمن هفتم هر ماه روزه دارم و شماها را دعا میکنم. خیلی ممنون از شما خواهرم، زنده باشم. عجب. عزیزی برای ما نوشته: من به دلایل شرایط معلولیتم توانایی بیرون رفته از خانه را ندارم. مادرم هم بیمار است و نمیتوانم انتظاری از مادرم که شب و روز برایم زحمت میکشد داشته باشد. من بدون مادرم نمیتوانم در هیچ مراسمی شرکت کنم. من در ماه محرم و اعیاد شعبانیه و مراسم های مذهبی دیگر در خانه میمانم و با دیدن کربلا از طریق شبکه شما آرام میگیرم. التماس دعا. خانم احمدی برای ما فرستادن: من نیت کردم اگر دفتر مرجع تقلیدم اجازه بده سهم خمسم را ماهانه به صورت اقساط به شبکه شما هدیه بدم، ولی به خاطر مشکلات زیاد هنوز نتونستم به دفتر مرجع تقلیدم مراجعه کنم. دعا کنید در جوار سید آقامون حرم آقا امام حسین و آقا ابوالفضل عباس انشاءالله. و پیام آخری که میخوام براتون بفرستم بخونم. عزیزی برامون نوشته: آرام آرام صدای پای رمضان به گوش میرسد و دستای خالی من دخیل دل پاکتان. در ساعت اوائل رمضان نه به بهای لیاقت بلکه به رسم رفاقت اول حلالم و بعد هم دعایم کنید. پیشا پیش ماه مبارک رمضان مبارک. حاجی جان این بود پیامایی که
نماز روزهاتون قبول باشه. امیدوارم همیشه صحیح و سالم و زنده باشید و بتونید بندگی خدا رو خیلی راحت انجام بدید. خب من توی این برنامه، یعنی توی ایام ماه مبارک رمضان، یه سری تغییراتی اومده توی برنامه یاوران حسینی که خدمت شما قسمتش رو دیدید، خوندن پیامک ها و نوشته های شما و سوال های شما. البته اینا انگشت شمار و به قول معروف چیزایی که تکراری داشت انتخاب شد و خدمت شما عزیزان خونده شد، ولی یه تغییر دیگه ای هم داریم. اگه یادتون باشه هر شب جمعه ما فقط یه قرعه کشی زیارت عاشورا میکردیم، ولی توی این ماه مبارک رمضان، روزهای امشب که الان پنجشنبه است، یک شنبه و سه شنبه، یعنی روزایی که برنامه یاوران حسینی رو داریم، هر شب هر برنامه قرعه کشی زیارت عاشورا داریم و فضیلت های زیارت عاشورا رو که دیگه نیازی نداره من بگم، همتون میدید، یا نصیب و یا قسمت. باید دید در این شبهای ماه مبارک رمضان به نام کی در میاد زیارت عاشوراها، و زیارت عاشورایی که امشب در میاد تا ظهر یک شنبه پخش میشه به نام این عزیز. غروب یک شنبه باز دوباره ما یه قرعه کشی میکنیم زیارت عاشورای ظهر دوشنبه و مغرب دوشنبه و ظهر سه‌شنبه پخش میشه به نام اون عزیز، و همینطور اینها زیارت عاشورایی که هر هفته انجام میدادیم توی ماه مبارک رمضان سه بار انجام میشه. و عرض کردم اون فضیلت های زیارت عاشورا و ایام ماه مبارک رمضان دیگه حساب کتابش فقط با خدای متعال. آماده باشید، الان ظرف قرعه کشی میاد و انشاءالله قرعه کشی رو انجام بدیم، ببینیم به نام کی هست این قرعه کشی. خب ظرف قرعه کشی اومد با اسامی، منوالش هم به همون صورته، قرعه کشی انجام میدیم، اسمی که در میاد اعلام میکنیم، میگذارم داخل جیبم و بعد انشاءالله ظاهر آقا سید و شهدا میشم به نیابت از تک تک شما، زیارت عاشورا رو میخونم علاوه بر زیارت آقای امام حسین، و این اسم رو دخیل میکنم به ذریح مقدس آقای امام حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته اون منوال شبهای جمعمون سر جای خودش هست، منوالش 18 همه هر ماه قمری هم سر جای خودش هست که قرعه کشی بکنیم و کمک هزینه تشرف به کربلا رو پرداخت بکنیم. ببینیم، یا الله، دوتا اسم بود، این بودش، خب کد اشتراک 27705 آقای امیر حسین صالحی از کشور ایران. بله جناب آقای امیر حسین صالحی مبارکتون باشه، انشاءالله زیارت عاشوراهایی که پخش میشه هدیه به شما، شما به هر کسی دوست داشتی میتونی هدیه بکنی. من این اسم رو بگذارم داخل جیبم، فقط انشاءالله موفق به زیارت حرم آقا امام حسین علیه السلام بشم، انجام وظیفه میکنم. پس
منتظر ما باشید روز یک شنبه ساعت 6:15 عصر به وقت کربلا، 7:45 هم به وقت ایران و مشهد مقدس. انشاءالله داغو و نایب و زیارتون هستیم، منتظر لبیک یا حسین های شما هستیم برای کمک به مجموعه و شرکت شما در مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. عزیزان من چقدر دیگه وقت دارم؟ تمامه؟ خیلی خوب، بریم برای زیارت عاشورا انشاءالله که خدا توفیق میده بنده های خوبی باشیم در این ماه رمضان. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. خدایا بر محمد و آل او درود فرست، وانگاه که می خوانمت صدای مرا بشنو، به من نگاه کن وقتی که با تو راز و نیاز می کنم، که من گریختم به سوی تو اینک و در میان دست های تو هم، خسته و درمانده و زمینگیر در آغوش تو زار زار گریه می کنم و همه امیدم به توست و آنچه نزد توست.